آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید خدا ما رو دعوت کرده خدا ما رو فرا خانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که اینمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در رفتر حیات کلام خدا در کتاب یوشع باب اول به ما میگه چجوری کامیاب بشیم اقلن فاکتورایی که میده پس این چند تا آیه اول که شش تا آیه اول هستش در واقع مقدمه است بر اون چیزی که خداوند توسط موسی میگه به در واقع یوشع و اینجا دوباره تکرار میشه برای یوشع بعد یک کلمه عبارت چند بار تو این که فست تکرار میشه قوی و دلیر بودن هست و نترسیدن نترس خداوند میگه نترس 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 نترس, نترس. یکی از اسلحه که شیطان به کار میبره برای زندگی هر انسانی علل خصوص ایمان تا اونا رو به خاک سیاه بکشونه ترس ترسیدن از خیلی چیزا نکنه من اینجوری بشم کسی نباشه دستام بگیره نکنه من بر کسب بشم اونجوری بشه نکنه اونطور بشم ولی خداوند مرتب چون میدونه ما کی هستیم به ما میگه نترس و پشتوانه این که او به ما میگه نترس چیه خودش هستش هللویا نمیگه چون شبان خوبی داری داری. <متحنت> نترس که داری نمیگه نه ترس چون که نه وضع مالیت خوبه نمیگه نه چون که تو آمریکا هستی یا تو به بهترین جای دنیا داره زندگی میکنی پشتوانش روح القدسه چون خدا میگه روح ترس رو به ما نداده آمین پس روح ترس در ما نیستش هر موقع ترس میاد روح القدس به دادم برس بیا مرا پر بساز و من به شما فاکتورایی میدم که کمک میکنه که نترسی کمک میکنه که موفق بشی اگر اونارو انجام بده بسیارم عالی از آیه هفت بعد براتون میخونم در نتیجه میگه در ادامه صحبت که خدا میگه فقط قوی و بسیار دلیل باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسا تو را ارم کرده متوجه شده عمل نمایی ببینید چطور خداوند صحبت میکنه با یوشه زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز من اما تا هر جایی که روی کامیاب شوی خیلی ساده خداوند داره با زبون سلیس فارسی حالا ابری اینجاست البته صحبت میکنه داره به ما میگه چیکار کن ببین اگر یوشب 24 باب داره فکر میکنم در در زندگی بله 24 باب در زندگی در واقع رهبری خودش در قوم خدا موفق بود و در زندگی خانوادگیش هم ما میفهمیم بابا آخر که چقدر موفقه بعد زندگی این شخص رو با ذره نگاه کرد ببین چطور شده این موفق شده اگه بیل گیت موفقه اگه اون یکی اون یکی موفقه اون یکی موفق خوب بشه آدم زندگی اون فردا بخونه ببینه چی شد که موفق شد چی شد که به اینجا رسید البته بعضی شبه رهبر شدن بعضیا یه شبه اومدن ظالم شدن کار ندارم ولی آدمای موفق رو میگم که از هر جهت موفقن توی ازدواجشون توی بیزینسشون توی هدفی که دوزه زن. باید زندگی رو نگاه کرد و من میخوام اینو بگم باید ببینیم که چی شد یوشا موفق شد و ما الگو بگیریم و اطاعت کنیم بدونید بسیار چیزا ما میشنویم مثلا طرف میگه آقا م... چیز میاد کاتولیکش میاد مثلا شما این ماشین رو میخرید میگه آقا اگه میخوای ماشین خوب کار کنه اول باید روشن کنی پندقه گازش ندی مثلا میگم بمونته وقتی شما رعایت میکنی بیشتر از اه... کاربرد داره تا اینکه میگه آقا ولش کن بر خودش گفته بزن بریم میدونی؟ اینجا هم همینه اگر خداوند چیزی رو گفته برای خیریت ما است برای منفعت ما هستش. آیه میگه از به چپ و به راست نگاه نکن بلکه به چی نگاه کن به احکام من که خود خدا هست این, این, این کلام اگه عیسی الان اینجا جسمم بود همینه برای ما صحبت میکرد این, این, این زبان خداست این کلام خداست برای همین خدا من میگه نه به چپ نگاه کن نه به راست نگاه کن فقط به من نگاه کن ببین مشکل ما انسان ها چیه؟ گاهی وقتا به خودمون نگاه میکنه به توانایی خودمون و به توانایی خودمون همه چیز رو داوری میکنیم میگه میشه یا نمیشه من میتونم یا نمیتونم یا به تجربیات نگاه میکنیم یا به آدما نگاه میکنیم ببین برای خواهر فلان دعا شد سرطانش خوب نشد مرد پس برای سرطان نمیشه دعا کرد نتیجه میگیریم برای خودمون ولی وقتی شما مستقیم به خداوند نگاه میکنید نه به اون موفقی به نگاه میکنید نه به اون موفقه فقط به خداوند نگاه میکنید اون, میکنی، اون موقع خسته خاطر نمیشه اون موقع گیو اپ نمیکنه عقب نمیشینه بلکه ادامهش میده و بسیار مهمه من دیروز اینو موعظه میکردم مهمان انگلیسی هم آمریکایی هم داشتیم این جالبه اسب رو شما نگه نه اسب وقتی گاری کالسکه پشتش میبندن یه چیزی اینجا بهش میزنن سیاه یه چیز سیاه اینجا میزنن که چی نه این ور نگاه کنه نه اون ور مستقیم نگاه کنه چرا که اگه اسب یه خود چیز بکنه شاید رم بکنه لگت بزنه یا انراف بره خداوندم هم گاهی وقتا تو کلام میگه مثل اسب بزنه نباشید <تصف> بعد خیلی بالاتر از اسب باشیم ما بالاتر هم هستیم چون فرزند خدا هستیم ما باید به مستقیم یعنی مثال دیگه تو انجیل پتروس رو قایق بود مسیح دید رو آب گفت خداوند اگه توی بگو من بیام خداوند گفت بیا پتروس پاش گذاشت روی آب و خیلی زیبا روی آب راه رفت هیچ مشکلی وجود نداشت هیچ مشکلی وجود نداشتش دریای جلیل بسیار دریای آنگاری هستش ولی او بر روی آب راه رفت هیچ مشکلی وجود نداشت تا وقتی به خودش نگاه کرد مهم نیست که چند سال ایمان داری مهم نیست که در چه مقام منصبی هستی مهم نیست که با عیسی مسیح هم چلو کباب خوردی یا نخوردی مهم اینه که تو به چپ و راست نگاه نکنی بلکه مستقیم نگاه کنیم چقدر ما به چپ و راست نگاه میکنیم واقعا چقدر چیزی رو از دست میدیم وقتی به چپ و راست نگاه میکنیم به اخبار نه چقدر مردم تو دیگه آیفونت هم میزنی اخبار میاد بریکینگ نیوز بریکینگ نیوز بریکینگ دیگه اصلا اخبار دم گوشت و صبح بشه مردم میخوابن با اخبار میخوابن ولی کمک نمیکنه نمیگم نباید بدونیم محیطمون چه خبره بعد بدونیم اشکال نداره ولی فوکس ما تمرکز ما رو اون نباید باشه میگه نه به چپ نگاه کن به نه به راست تمرکز رو, رو کلام من باشه تمام کلام من خب چرا ما باید سهل انگاری کنیم وقتی خدا میگه به تمام کلام من نگاه کن مثلا تو بشارت دادن مثلا تو یک دادن مثلا تو وفادار بودن تو کلیسا وفادار بودن تو ازدواج یه،, یه نفر دیدم روز گذشته دوباره دیگه من فکر کنم ازدواج اون با هم جور در نمیاد ازدواج نکرد میخوام به هم بزنیم گفتم همین یه نفر بیارید بشین صحبت کنیم میخوام من بیام بشیم صحبت کنیم چقدر مردم بی وفا شدن چرا چون به این و اون نگاه میکنن هی به طرف مقابلشون نگاه میکنن در که بعد فوکس و تمرکز اون رو خدا هم باشه آمین حالا غیر از این آیه ه رو میخوام یاد میگه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایید سه تا فاکتور اینجا خداوند خیلی واضح به ما تعلیم میده اگر میخوای تو زندگیت موفق باشی این رو باید انجام بدی و چند نفر از ما میدونیم که حمزه از این کلام گم نمیشه کم نمیشه آمین مسیح گفت از آسمان زمین زایل میشه اما این کلام از بین نمیره پس نگو این مال عهد مال زمان یوشع است این کلام خدا برای امروز هم همون کاربرد داره بعضی فکر میکنن کلام مال اون موقع بوده حالا دموده شده حالا بعد خداوند یه مکاشفه خداوند حرف بزن بعد الناتا یه نبوت واسه من بکن دو وا کردین من ایمان دارم به نبوت خدا من. هم هم میکنم اگر خداوند استفاده بکنه ولی آنچه که برای دینداری لازمه اینجا هست چیزی که اصله دیگه عوض نمیشه دیگه اصل اینه که از در وارد بشی حالا شما نگو آقا میشه کاری از یه دیگه, دیگه, دیگه وارد بشی. میتونی از جای دیگه وارد بشی ولی بعد در بعد بیای اینم اصله خداوند به ما میگه سه تا فاکتور داره یک میگه کلام خدا از دهان تو خارج نشه دور نشه یعنی چی یعنی زبان ما دهان ما باید پر از کلام خدا باشه ما زبانمون و دهانمون رو از چی پر میکنیم با چه چیزهایی در واقع اجازه میدیم که زبانمون به حرکت در بیاد این کلام بعد باید... من دیدم یهودی‌ها که کلام میخونن اینجوری جوری می‌کنن صبح تا شب شاید شما توی تلویزیون‌ها دیدید تو فیلم‌ها صبح تا شب اینا دیوانه نیستن اینا دارن اطاعت میکنن چیزی که خداوند بهش گفت همین تورات میخونن که من شما داریم فکر نکنید حالا اونا چون اسرائیلی هستن مسیح نیستن همین نمیخونن چرا چون یاد گرفتن خداوند گفته از معلمینشون از اجدادشون یاد گرفتن باید این کلام در دهان تو باشه دیدی مردم مثلا عربی لا 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 میکنن چرا ما کلام خدا در زبانم نباشه و در اون با اون صحبت نکنیم مسیح گفت سخنان شما با نمک آغشته باشه گفت برای هر کلمه که از دهان شما خارج میشه باید هر جواب پس بدید خب چرا پس کلام در دهان ما نباشه چرا ما این کلام حفظ نکنیم و استفاده نکنیم یه سوال وقتی مسیح در متا چهار طبق تحت وسوسه شریر قرار گرفت چیکار کرد مسیح چه جوری چه اکسیون عملی کرد از کلام جواب شده نه با کلام خب مسیح باید کلام حفظ میکرد که بعد جواب بده دیگه انسان بود مسی، فراموش نکنیم درست صاحب کلامه ولی انسان شده بود محدود شده بود وقتی رفت پشت منبر ایستاد تو کنیسه از چی صحبت کرد؟ عزیزان مالیات ندیم زد این رومیا بیستیم با این رومیا ولی اینجوری کرد نه از مادر زن نگفت از کلام گفت صحیفه اش رو باز کرد سخن گفت چرا؟ چون در کلام خدا قدرت وجود داره اگر در زبان ما قدرت مرگ و حیات هست در کلام خدا نان روزانه ما که انسان نه محض میکنه بلکه به هر کلمه از دهان خدا چقدر بیشتر به با کلام باشه یکی میاد میگه آخ دلم سرم درد میکنه از چی باید بهش بگیم از کلام باید بهش بگیم البته آب نبات هم بهش بده اگه نمیگم نده ولی منظورم که نه، نگو برو والا خدا نه کلام رو باید در دهان ما باشه همواره آمین چقدر مردم از زبانشون به صورت منفی استفاده من من ایمان آوردم واقعا خدا من زبان منو شفا قبل از ایمانم خیلی بد دهن بودم باورتون نمیشه بچه بودم ولی بد دهن بودم خیلی از ما بودیم جوکای فلان حرفای فلان مردم افتخار هم میکنن اینجوری حرف میزنن تازه ولی این زبان رو خدا شفا داده بعد در چی به کار برده, برده بشه کلام زنده خدا خب برای که کلام در دهان ما باشه با بخونیمش دیگه ما نمیخونیم بهونه بح... هم میاریم من نمیتونم نوشتهاش ریزه ریز فارسیشو نمیفهمم انگلیسی هم که بلد نیستم وقت نمیکنم نمیدونم حوصله ندارم قومی بود تیکه حوصله ندارم قومی بود جد من قومی بوده نه <تص> به هنر بذار کنار بهتره که دیر بری سر کار دیرتر کمتر بخوابی کلامو بخون بهش بچس کسی که من میشناسه همیشه اینو گفتم و میگم بازم میگم چرا چون ایمان از شیدا و شیدا از کلام خدا در کلام خدا قدرت وجود داره پس در دهان ما باید کلام باشه بعد ادامه میده میگه بلکه روز و شب در آن تفکر کن وقتی ما اینو می در دهان میگذاریم شبانه روز به کلام خدا فکر می‌کنیم کامیابی و موفقیت میاد ببینید چرا بعضی وقت ما برای دعاهایی که برام میشه ایمان نداریم یا دعا که میخوایم بکنیم با ترس اله. من یادم گفتم یه بار فکر کنم یه میدون انقلاب بودم تازه ایمان آوردم یه آقای افتاد تو خیابون قش کردن من وایس اونجا گفتم برم دعا کنم تازه مسی بودم کلم پر آتش شد نه برم نرم ن نکنه دعا کنم خوب نشه آخرم نرفتم مردم برداشتن بردن تفلکو ولی وقتی تو کلام خدا رو تفکر میکنی میگم کنار میخوام براش دعا کنم دست میذاری دعا میکنه مشکل مالی داری دست میذاری اونجا میگه به نام عیسی مسیح دعا میکنم برکت بده خداوند و خداوند عمل میکنه ولی وقتی با کسایی میگردی یا خودت کلامی رو میخونی که اینگونه به تو تعلیم نمیده کلام رو در تو تفکر الان بعضی کلیساها روانشناسی موزه میکنن تو تلویزیون و رادیو ها هم هست نمیگم بده ولی روانشناسی چیه علمیه که انسان داره دقیق به دست آورده خب ما خودش اصلش رو داریم خدایی که روان ما رو درست کرده میتونه تغییرش بده شفا نمیگم نباید به علم پزشکی احترام گذاشت اشتباه نشه نه اتفاق اگه چیزی به درد میخوره باید استفاده کرد ولی تفکر ما در چیه در همه چی طرف میبینی شبا خوابش نمیاره میگه چرا خوابت نمیبره میگه فیلم ترسناک نگاه میکنه خب میگم بیکاری فیلم ترسناک نگاه میکنی خب نگاه نکن یه دوغم بخور شیر بخور قشنگ بخواب دعا کن به نام مسی قشنگ خوابت هم میبره چرا مردم پول میدن بیرن بترسن تو سینما باورتون میشه خون بریزه نه در چیزی تفکر کنیم که ما رو بنا میکنه من گفتم یه بارم ب... بچه تازه اومده بودیم من کشتی کج کش دوست داشتم بعد بچه من تازه به دنیا اومد دومیه دو کوچولو بود دو سالش بود یه روز دیدم رفته رو مبل و اینجوری داره با لگد میپره رو دوش پسر برادر بزرگش مثلا گفتم نگاه داره چیکار میکنه بچه یا دوزاری مفتاد این داره کشتی کجی رو که من نگاه میکنم انجام میده بعد میگم چرا بچه خشمگین میشه یا واسه اعصابش خرابه فلان خب تو نگاه که الان از اون تاریخ به ما کشتی کجی نگاه نکردیم اصلا اصلا مایلم نیستم نمیگم نگاه کردنش بعد خوبه ولی هرچی ما تفکر میکنیم همون میشه چرا اینقدر تو ایران سکته زیاده س... اینجا سرطان زیاده اونجا سکته زیاده چرا چون مردم همش هرس بخورن فکرشون اینه حالا برم صف گوش وایسم صف نون وایسم حالا حقوقم هم حقوقم خب ت... سکته میکنه دیگه ولی وقتی ما کلام خدا رو تفکر میکنیم چی به ما میده امید به ما میده شادی میده پولس و سیلاس تو زندان برای خداوند شادی کردن میگن اون زندان اینقدر کثیف بود ببخشید مزبله بود هر چی کثافت بود به اون زندان به اون پای میمد نصف شب دو تا دیوونه دیوانه خداوند دو تا دیوانه خداوند شروع کردن پرستش کردن ما یه ذره یه سگ میاد پلمون تو خونه نمیخوایم دعا کنیم اونا تو مزبله دعا کردن و شادی کردن میدونید؟ چرا؟ چون روز و شب در خداوند تفکر میکردن در کلام او تفکر کرد. این رمز کامیابیه شما در کلام فکر کن هیچ وقت نسبت به هیچ چیزی دل شکسته نیستی میاد از این و از اون ور میاد مشکلات بده مثل ما که داریم مثلا فریبه میریم میریم تصادف کردیم عادت کردیم دیگه اونم برای شما عادت میشه بعدن سومیش هم میگه نه فقط در دهان تو باشه تفکر کنی با عمل نما میتونیم به میگیم عمل کردن عمل کردن خیلی مهمه چقدر ما هستیم مردم کله هاشون بزرگه اینقدر کلامو حفظن آیه رو ولی عمل نمیکنن چه فایده داره ما آدم میشوسم رفته دانشگاه الهیات اومده باور کن نسبت به همه چی شک داره کلش بزرگ شده دانشگاه الهیات خوبه و نه که فقط تو پر کنی یه سری رفتن درس خوندن فقط کارشون تو رادیو تلویزیون بشینن آمریکایی هستن نشستن فقط دارن این فرقای مختلفو محکوم میکنن همین رفتی الهیات بخونی به اینجا برسی عمل عمل میگه سه چیز باقیه ایمان امید محبت و آخر از همه چیه محبت خداوند میگه پس این چیو نشون میده چرا عیسی مسیح در شب آخر مت پای شاگرداشو شست میخواد به من نشون میده عمل کردن از همه چیز مهمتره من اینو دیروز برای این دوستم خوندم فکر کنم تو جلسه هم اشاره کردم در اما رسولان خیلی قشنگ آیه رو میگه خیلی قشنگ میگه اما رسولان رو لغا نمشته دیگه بعد اینجا به تیوفلس میگه من همونطور که اون نامی اولو بد نوشتم میخوام بد بگم درباره ام همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد چیکار کرد عیسی اول عمل کرد بعد تعلیم داد مردم دنیا اول تعلیم میدن ما اینیم ما اونیم عمل نمیکنن آخرین باری که یه فقیر تو خونه دیگه کی بود آخرین باری که دست که تو جیبت برای یکی پیران خریدی کی بود آخرین باری چقدر ما خودخواه میشیم گاهی وقتا فقط حرف میزنیم من مسیحی هستم عمل من مثل مسیح هست؟ نه عمل کردن به کلام اگر کلام میگه بگو اونی که در منه از اونی که در دنیا قوی تره آیا واقعا تو عمل میکنی؟ وقتی یه بادی میاد پس از بغل تو میتونی بگی اونی که در من از اونی که در دنیا از قوی برای بیماریامون آیا ما این اعتراف میکنیم؟ اونی که در من قوی تر از اونی که در دنیاست من اعلام میکنم این مریضی از من دور شو به میگن عمل کردن به عمل کار براید که به سخنرانی نیست خیلی مهمه ما باید کلام خدا رو عمل کنیم اینا رموز موفقیتی که خداوند داره به کی میگه؟ به یک رهبر سیاسی مذهبی به نام یوشا میگه میگه میخوای کامیاب بشی تو خدمتت میخوای کامیاب بشی تو زندگیت باید این کار رو بکنی خیلی ساده است کاش که سختتر بود آقا شما همین ساده رو انجام بده به سختی کار نیست باش. کلام در دهانت باشه کلام رو تفکر کن کلامو رو... کلامو عمل نما اگه خداوند میگفت کلامو رو بنویس رو دیوار باز بعد به گوش میکردیم اگه خداوند میگفت برو نه نم... کلامو بریز تو آب سر بکش بعد میکردیم نمیگه خداوند اینو ولی مهم اینه که ما اطاعت کنیم ادامه چی میگه میگه اگر اینجوری کنی زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد داره به ما میگه راهشو پدر بزرگ من میگه بابا جون بچه هستی پولاتو جمع کن تا موفق بشی تو زندگی خودش هم ثروتمند بود 15 تا مغازه 20 تا مغازه داشتش اینجا هم, هم داشت. داره میگه جون تو میخوای کام... کامیاب بشی کلام رو نگهدار کلامو فکر کن کلامو این کلام رو اگه شما فکر کنی هرگز در زبان شما چیزای منفی نخواهد بود در زبان من نخواهد بود برای که فکر نمیکنه تمرکز میذاری به چیزای دور برد اون موقع منفی من میدونم نمیشه بعد میریم جلوتر در اینجا میگه آه آیه نو میگه آیه تو رو امن نکردم پس قوی و دلیر باش ما ترس و حراسان مباش زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست این کی اسمش امانوئل امانوئل با توست خدا با ماست و بعد ادامه میده آیه ده به بعد به ما درس ایمان رو یاد میده ایمان یعنی پذیرفتن دریافت کردن میره پایین و بعد در واقع دایرکشن بده که چه میتونه قوم وارد سرزمین بشه و یوشع و سایر قومها ها رو شروع میکنه با هم قبیله ها رو با هم مرتب کردن که وارد بشن و بعد یه چیز دیگه میگه که میخوام حالا برای کلیسا باشه برای ما باشه تا اینجاش برای زندگی شخصی مون ولی در این هم در زندگی خانوادگیمون در کلیسای خودمون اگر این امور رو به اون چیزی که خداوند گفته انجام بدیم ما کامیاب خواهیم شد چیا هستن آیه به بعد میگه اما شما وسط آیه رو خونم. اما شما مسلح شده یعنی جمعی مردان جنگی پیش روی برادران خود عبور کنید و ایشان را اعانت نمایید اوکی دستور بعدی برای موفقیت که میتونه در خانواده کاربرد داشته باشه در بیزینس کاربرد داشته باشه در کلیسا این هستش ما باید مسلح بشیم آمین کلام خدا میگه جنگ ما با جسم خون نیست ولی ما با ارواح شریر در جنگیم با نفس خودمون در جنگ روی این زمین که ما باید مسلح بشیم که بتونیم بر اونا غلبه پیدا کنیم در کتاب افسوسیان باب 6 چی میگه میگه از کلام مسلح بشید در افسوسیان باب 5 میگه مس شراب نشه که در آن فوجیت بلکه از روح خدا پر شوید پس ما باید مسلح بشیم ما در تیروز با چی مسلح میشیم بزای آیه رو پیدا کنم چنان حال اینو بگیرم کمک نمیکنه حالش چی میخوای بگی خب بگیر بعضی وقتا افراد میاد تلویزیون یه چیزی میگم میگم چیه خب گفتی راحت شدی حالا چی میخوای بگی خوشت تو دادی دیگه چی شد که چی بشه حالا هم داره میخنده میگه دیدی چی حالش گرفتم حالا چی گرفتی دست بزنم برات این هنر نیستش ما باید چطور مسلح بشیم دوباره بعد از کلام خدا پر بشیم مسیح با اسلحه کلام جنگید با شریر نه ابرانیان چی میگه میگه کلام خدا مثل شمشیر دودمه میبره و شفا میده قدرت داره کلام خدا و از روح خدا میگه پر شوید اگر ما کلیسای پنتیکاستی کاریزماتیک هستیم باید از روح خدا پر باشیم به زبان ها حرف بزنیم در طی روز در کلیسا ها هم به زبان ها حرف بزنیم چرا خجالت بکشیم حرف بزنیم خداوند گفته میگه وقتی به زبان حرف بزنی، به نالایی که نمیشه بیان کرد سخن میگی به زبان ها شفاعت میکنی به زبان ها نبوت میکنی خب چرا ما به زبان حرف بزنیم بگو رو قدوس بر من بیا اگر به زبان ها صحبت نمیکنی به من عطیه صحبت کرده به زبان رو بده ولی این کافی نیست بعد از روح خدا پر بشیم هر چی روح خدا در ما بیشتر وارد بشه از ما دیگه اثری نمیمونه چند نفر میدونیم که روح خدا بود که در آسمان و زمین و انسان دمید و حرکت گرفت وقتی روی خدا بر مسیح قرار گرفت مسیح آیات و مجزات کرد در فصل بعدی گفتم اینو نه؟ اگر روی خدا این اپلیکیشن داشت این قوت داشت در زندگی مسیح در زندگی من و شما هم داره پس چطوری میتونیم مسلح بشیم؟ از کلام خدا و های خدا رو بیاد بیاریم در انگلیسی کتاب مقدسی هستش که فقط وعده عدای خدا رو هایلایت کرده اونجا چه خوبه به فارسی هم داشته باشیم اینو یه پروژه که دوست دارم بکنم همینه به فارسی کتاب مقدسی که رو وعده‌های خدا برای هر روز ما یه وعده هست و این وعده ها رو بگیم فکر کنیم و عمل کنیم اون موقع برکت میگیریم و اینجا همینه میگه میگه مسلح بشید از وعده های خدا از کلام خدا که در جنگ بتونی بشری پیروز بشه ما از روی خدا پر نیستیم میگم پش میگه او, من مسیح نیستم با چی شد چون از روح خدا مسلح نیستیم و بعد ادامه میده آیه میگه تا خداوند برادران شما را مثل شما آرامی داده باشد و ایشان نیز در زمینی که یهوه و خدای شما به ایشان میدهد تصرف کرده باشند آنگاه به زمین, مل... به زمین ملکیت خود خواهید برگشت و م... م... متصرف خواهید شد خداوند داره میگه میگه میتونید متصرف بشید او یک زمینی رو برای ما مهیا کرده میتونید بگی می خدا رو شکر یک زمینی رو برای ما مهیا کرده در اون زمین برکت در زمین قبلی که ما زندگی میکردیم گناه بود تاریکی بود بی بود لعنت بود مرض بود اما ما با وسیله خونه مسیح وارد زمین جدید شدیم درش برکت حیات اونایی که میگن شفانیس فراموش کردن که ما از اونجا به اینجا منتقل شدیم از تاریکی به نور منتقل شدیم از ظلمت اومدیم به نور پسر خدا ما قبلا بدبخت بودیم قبلا بیچاره بودیم قبلا به سوی جهنم میرفتیم امروز در برکت عیسی مسیح خداوند هستیم چون در مسیح هستیم مسیح در یوحنا با 17 دعا کرد گفت خداوند من, من دعا میکنم من در اونا باشم اونا در من باشم ما در تو باشیم چنان که من تو در با هم یک هستیم اگه ما در مسیحیم در مسیحیم که بدبختی است مگه ما در مسیح بیچارگی هست در مسیح مرض هست بله مسیح سرش درد میکرد نتوس پشو بره بشارت بده اگه مسیح در منه پس وجود او در منه شفای او در منه پس چرا من دریافت نمی کنم برای اینکه بعد اینو بفهمی درک کنی وقتی دریافت کردی اون وقتی فهمید این کلیدو بزنی برق میاد اون موقع میتونی بزنی و برق بیاد و این میگیم کجاست چرا روشن نمیشه چرا اینجوری شد در زندگی روحانی همینه وقتی فهمید این آیه مال توه وقتی به زبان آوردی اقرار کردی فکر کردی اتفاق میفته کار شیطان چیه نمیشه پشو. نشد ی ویز ویز میکنه دور شو به نام عیسی از من پس کلام خدا رو ما باید اینگونه بدونیم خدا را شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم. پس اگر موضوعی هست، درخواست دعایی هست، حتما با ما تماس بگیرید، ایمیل کنید، تلفن بزنید، پایین صفحه هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم. خدا برکتتون بده.